چند روز میشه که بیانیه تهدیدآمیز بگید همه جا منتشر شده و همه دارن راجبش حرف میزنن و از همه مهمتر دارن به این فکر میکنن که چه چیزی پشت این بیانیه خشن و تهدیدآمیزه اگه نمیدونید این بیانیه چرا منتشر شده و چرا هایب یه هایی اومده که همچین بیانیه رو صادر کرده حتما تا آخر ویدیو با من باش چون قراره توی این ویدیو هم بیانیه رو کامل برات بخونم هم بهت بگم که چرا یه هایی های اومده همچین بیانیه ای صادر کرده و از همه مهمتر توی توییتر و بقیه جاها و بقیه منابع خبری چی میگذره پس با من باش سلام سلام ماهتون چطورین به سلام خونه سلام امن خودتون خیلی خوش سلام آقا قبل از اینکه بریم سراغ سلام ها و چیزهایی که که مورد مورد سلام سلام گفتن بیاین براتون متن بیانیه رو که که دستتون بیاد سلام چجوریه و از چه چه متن دقیق بیانیه بدین شرح است سلام بیکیت میوزیک صحبت میکنه مایلیم پاسخ قانونی خودمون رو برای محافظت از نقض حقوق و منافع بی اس به اطلاعتون برسونیم اخیرا تعدادی شایعه های سازمان یافته برای بدنام کردن و تهمت زدن به بی شناسایی شده این شایعه ها و نشر حقایق نادرست توین های بیرویه و تمسخرات از حد خودش دیگه خارج شده. دیگه بسته ببندیم. ما معتقدیم که این موضوع بازیچهی در دست کسانی شده که به چهره آرتیست ما ضربه بزنن و پیگرت های قانونی شروع شده. حالا نگاه کن و در کنار اینها یک مؤسسه حقوقی مخصوص برای رسیدگی به این امر گذاشتیم حواست باشه در حال حاضر پست های مخرب که باعث صدمه زدن به هنرمندان ما شده به صورت مدرک در حال جمع وریه. و باید بگیم که بدون هیچ رحمی و داری پاسخ مزنونین رو میدیم اگه کسی باشید که بیخبر از همه جا باشید ممکنه از این بیانیه پنیک کنید ولی ماهایی که در عمق خبریم کاملا میدونیم چرا همچین بیانیه ای صادر شده و همه چی برمیگرده به این ویدیویی که براتون ساختم که سعی کردم خیلی خلاصه بگم ولی خب متاسفانه به شدت همه جوانبش داره میزنه بیرون و از تک تک حرفایی که مینهجین توی اون کنفرانسش گفته یا ایده اومدن سو استفاده کردن و بر علیه بی تیز حرف زدن و که باعث یه سری اتفاقات نابهنجار و ناخوشایند شده مثل یه سری شایه های مختلف در مورد هر کدوم از اعضای بی تیز. مثل خریدن چارت های مختلف خریدن آمارها، خریدن جوایزی که گرفته شده مثلا همین خانم مین توی اون کنفرانس مطبوعاتی که قبلا هم رو براتون درست کردم رو براتون این بالا میذارم سعی کنید حتما اول اون رو ببینید بعد بیاید سراغ این ویدیو یه جاش توی این کنفرانس ادعا میکنه که جوایز بی رو خریده و همینطور چهارتا هم توسط بیکیت میوزیک خریداری شده حالا این اتفاق باعث شد که یه سری اکانت های توییتر فعال بشن و از اعضا بخوان که بیان توضیح بدن در این باره و بگن که چه اتفاقی افتاده این حقیقت داره یا نه بالای 20 هزار تا لایک خورد خیلی شایه های دیگری هم از پس همین خبر بیرون اومد که در نهایت زایه شدن و اصلا کلا این ادعا از بیخ رد شد و اینا رو همه بررسی کردن نه چارت ها دستکاری شده بوده و نه جوایز بی خریداری شده بوده و همشون رو خودشون به دست آوردن چارت ها هم که خودشون به دستش آوردن یکی دیگه از حرفهایی که این خانم توی اون کنفرانس مطبوعاتی زده و باعث شده که شایعه های بیشماری از پسش در بیان و حرفهای بسیار بدی درباره بیتی زده بشه این بوده که این خانم ادعا کرده که های یک فرقه ای داره به اسم دام ورلد اگه اشتباه نگمش و مثل اینکه این فرقه اصلا فرقه خوبی نیست و خیلی بدنام و بدم هست اتفاقا حالا قضیه از اونجایی دارک میشه که رهبرای این فرقه مدیران گلوبال سایبر یونیورسیتی هستند که 6 نفر از اعضای بی تی اس همشون به غیر از تهیونگ اومدن این کمپانی رو تبلیغ کردن اعتقاد اصلی این فرقه که من بهتون گفتم اینه که خدا و انسان یکی هن و اصلا از هم دیگه جدا نیستن و طبق اظهارات این خانم اکثر گروه های هایبم عضو این فرقه هم. حالا نکته جالب ماجرا اینجاست که مین هیجین گفته که از اونجایی که من خیلی خوبم و نمیخواستم وارد این فرقه عجب و غریب و بدنام بشم دارم از هایب میام بیرون و دیگه نمیخوام توی هایب کار کنم و به خاطر همینم هم هست که هایپ داره منو بدنام میکنه و همچنین به همچنین تهمتایی بهم میزنه بعد از این حرفش هم آرمیا دیگه گور گرفتن و خیلی حملات سفت و سخت و شدیدی به سمت هایب داشتن که بعدش هایپ اومد اون بیانیه که اول ویدیو براتون خوندم و منتشر کرد حالا نکته اینجا اینجاست که هایپ چرا میخواد مین رو اخراج کنه اگه یادتون باشه من توی ویدیوی قبلی هم براتون کاملا توضیح دادم که همین مینهجین هجین یکی از شش تا کمپانی یا لیبلی هست که زیر نظر هایپ دارن فعالیت میکنن و مینهجین هم مدیر یکی از این کمپانی ها به اسم ادور یا ادور هستش حالا مین هیجین 20 درصد سهام این کمپانی رو داره و هایب 80 درصد سهام این کمپانی وقتی که هایپ اومد رسما اعلام کرد که میخواد مین هیجین رو اخراج کنه خیلی سوال پیش اومد خب چرا چه دلیلی داره مدیر عامل یکی از بزرگترین کمپانیات رو بیای اخراج کنه به خاطر همینم هم هایب اومد اعلام کرد که این خانم و دستیارش می اومدن اطلاعات شخصی آیدل های هایب رو میدزدیدن و همینطور میفروختن و سعی داشتن که وجهه عمومی هایب و آیدل هاش رو خراب کنن و یه چیز دیگه ای که من توی این دوتا ویدیو بهتون نگفتم این بود که این خانم یعنی همین مینهجین گفته که هایب باعث گرفتن از من اومده بیتیس رو تلخ کرده اوکی <تصفح> اوکی okay. okay. شما که تا اینجا ای ویدیو اومدید لطفا این ویدیو رو لایک کنید نظرتون رو در این حواشی اخیر برام کامنت کنید و همینطور این کانال رو به دوستاتون هم معرفی کنید آره دیگه اینم از خبرهایی که مونده بود و باید بهتون میگفتم و اون بیانیه سفت و سخت هایپ که از آن خیلی کیف کردن باش یه بار تو زندگیش اومد یه کار درست انجام داد و یه بیانیه درست و حسابی منتشر کرد امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید مرسی که با این ویدیو هم همراه من بودید خیلی مراقب خودتون باشید چون من اینجامو خیلی دوستتون دارم براه انیانگ انیان.